سلام، با یه ویدیو آموزنده دیگه در خدمت شما هستم. تو این ویدیو میخوام یکی از آخرین ماینرهای شرکت بیتمین رو بهتون معرفی بکنم. همونطور که میدونین ماینرهای شرکت بیتمین با نام انت ماینر به بازار معرفی میشن و یکی از جدیدترین محصولات اون سری S19J پرو هست. این سری 4 مدل داره: 92 تراهشت، 96 تراهش، 100 تراهش و 104 تراهش هست و من تو این ویدیو قصد دارم که مدل 104 تراهش رو بهتون معرفی بکنم. قبل از اینکه بیایم از نزدیک دستگاه رو با هم ببینیم، بیایم اطلاعات اون رو با هم یک بار دیگه مرور بکنیم و ببینیم که با سایر دستگاه ها چه تفاوت هایی دارن. بیتمین انت ماینر S19J پرو از نظر ظاهری بسیار شبیه سری S19 هست و هش ریتی که داره همونطور که گفتم 104 تراهش بر ثانیه هستش. الگوریتمی که پشتیبانی میکنه SHA 256 و ارزهایی که ماین میکنه ارزهای بسیار زیادی هستن که میتونم از معروفترین اونها به بیتکوین، بیتکوین کش، بیتکوین ساتوشی ویژن و ای کش اشاره بکنم. مصرف برقی که این ماینر داره 3068 وات هستش و راندمان اون 29.5 جول بر تراهش هستش که این راندمان نسبت به خیلی از مدل ها راندمان بسیار خوبی هستش. ولتاژ ورودی این ماینر 220 الی 240 ولت هستش و حدوداً 14 آمپر مصرفش هست و بین 47 تا 63 هرتز هم میتونه کار بکنه. اتصال شبکه این ماینر مثل بقیه ماینرها با پورت RJ45 هست و کابل شبکه‌ای که نیاز داره 10 صد. به هیچ عنوان به کابل‌های 1000 ما نیازی نداریم چون حجم سند و رسیوش بسیار کمه و تقریبا میتونم بگم سند و رسیوش روزی 20 مگ بیشتر نیست، برای همین کابل 10 صد کافی هستش. ابعاد بسته‌بندی این ماینر 570 در 316 در 430 میلیمتر هستش و وزن اون هم حدوداً 15.8 کیلوگرم هستش. اندازه ماینر 400 در 195.5 در 290 میلیمتر و وزن خود ماینر 14.6 کیلوگرم هستش. این ماینر میتونه در دمای عملیاتی بین 0 تا 40 درجه سانتیگراد کار بکنه و همینطور میتونه بین 10 تا 90 درصد رطوبت رو تحمل بکنه. حد اکثر دمای چیپ مجاز این ماینر 80 درجه سانتیگراد هستش و تمامی این اعداد و محاسبات در دمای 25 درجه سانتیگراد و ارتفاع زیر 2000 متر انجام شده. خب حالا بریم از نزدیک به این ماینر نگاهی بندازیم. این جعبه انت ماینر S19J104 تراهش هستش. همونطور که اشاره کرده بودم سایز بسیار بزرگی داره و وزنش هم نسبتا سنگین هست. برای اینکه بتونیم جعبه رو چک بکنیم فقط دقت باید بکنید به برچسب هایی که روی این داره آرم خود بیتمین رو داشته باشه و از نظر ظاهری اون رو چک کنیم. حالا بریم اونو باز بکنیم تا ببینیم که محتویاتش به چه حالت هستش. داخلش یه دفترچه راهنما داره که فعلا اون رو میذاریم کنار، محافظاش رو بر میداریم. یه طرف این دستگاه دوتا فن ورودی داره، دوتا فن خروجی داره. جنس فنایی که داره به نسبت مدل‌های حتی همخانواده خودش بسیار کیفیت بالاتری داره. سه تا فن پاور داره که فنای پاورش نسبت به مدل‌های قبل کمی بزرگتر شده. دوتا ورودی برق داره. یه سری از دوستان سوال کرده بودن که آیا این دستگاه سفاس هست یا نه. این دستگاه و دستگاه‌های مشابهش هیچ کدوم سفاز نیستن. این دوتا ورودی به خاطر اینه که فشار روی یه دونه پریز برق نیاد و از دوتا پریز مختلف شما میتونید برق بگیرید تا آمپر زیادی به یه پریز وارد نشه. ورودی کابل شبکه داره، چراغ‌های نشانگر شبکه. این قسمت یه دونه سریال داره که از طریق این سریال شما میتونید وارد سایت بیتمین بشین و مدت زمان گارانتی بین‌المللی اون رو چک بکنید. سریه‌های S19 همه‌شون گارانتی بین‌المللی 1 ساله دارن. برای کسانی که تو ایران از این دستگاه استفاده می‌کنن شاید این گارانتی کاربردی نباشه، ولی از طریق این سریال شما متوجه میشید که چند وقت این دستگاه از کارخونه اومده بیرون و
چقدر از گارانتی اون مونده که احیانا میتونید با این روش چک بکنید که آیا دستگاه کار کرده یا نه. پشت دستگاه هم پاورش که دیگه فن نداره و دو تا فن دیگه هم اینور هستش. خب حالا بریم با هم این رو راه بندازیم و صدا و منوهاش رو با هم ببینیم. برای اتصال ما به کابل برق نیاز داریم. دقت کنید که اولا توی جعبه این کابل نداره و شما مجبورید دو تا کابل جداگانه تهیه بکنید و حتما این توجه رو داشته باشید که کابل شما حتما کیفیت و جنس خیلی خوبی داشته باشه و آمپر بالا رو ساپورت بکنه. در غیر این صورت همین کابل میتونه ذوب بشه و به دستگاه شما و احیانا به سیستم برقی شما آسیب بزنه. خب من کابل شبکه رو به پورت LAN وصل میکنم و کابل برق 1 و کابل برق 2. خب من حالا باید ستینگای این رو انجام بدم تا به استخر متصل بشه. اگه کار با استخر رو بلد نیستین حتما به شما توصیه میکنم تا ویدیوهای سری استخرهای دیابیتیسی رو ببینید. حالا که صدای فنا اومد پایین یعنی ماینر ما به استخر متصل شده و داره به درستی کار میکنه. حالا تنظیمات منوهای این ماینر رو در ادامه ویدیو با هم می‌بینیم. قبل از شروع کار با منوها قسمت سریال چک انت ماینر رو بهتون نشون میدم. وارد سایت bitmain.com میشیم، قسمت کاستومر ساپورت و وارنتی چک رو انتخاب میکنیم. تو این قسمت سریال نامبر دستگاه رو باید وارد کنیم که من سریال رو وارد میکنم، سرچ رو میزنم و همینطوری که اینجا میبینید از گارانتی این 320 روز مونده و گارانتی این دستگاه 21 مارس 2023 به اتمام میرسه. خب قبل از اینکه منوها رو بخوام براتون توضیح بدم از شما خواهش میکنم که اگر این کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و لطفا لایک این ویدیو فراموش نشه. برای وصل شدن به منوی ماینر با باید اول آی پی ماینر رو بلد باشیم. برای اینکه بدونیم که آی پی ماینرمون چی هست میتونیم از نرم افزار آی پی ریپورتر استفاده بکنیم که میتونیم اون رو از تو خود سایت بیتمین دانلود بکنیم و یا اینکه اگر مودمی که ماینر بهش وصل وای فای داره میتونیم موبایلمون رو به وای فای مودم وصل بکنیم و از طریق اپلیکیشن فینگ میتونیم آی پی هایی که به مودم وصل هست رو ببینیم. آی پی رو توی بروزر اینترنتمون اینترنت اکسپلورر یا گوگل کروم یا سایر بروزرها وارد میکنیم. یوزر اند پسورد به صورت دیفالت روت هست. صفحه اول ماینر به این حالته که ریل تایم هش ریتمون و نتورک استاتوس، فن اسپید و ماینر تمپرچرمون همه نرمال هستش. اینجا اعدادی که هست رو بهمون نشون میده. تو این قسمت آدرس های استخرمون، اسم ماینرها و سایر اطلاعات رو بهمون نشون میده. اینجا به ما میگه که 4 روز هستش که این ماینر روشنه. تو این قسمت اطلاعات هشبوردمونه که هشبورد 1, 2, 3 و هر کدومش 126 تا چیپ داره. وضعیت چیپ هامون نرماله. اگر روی این نگه داریم موس رو تمامی چیپ ها رو نشون میده که سبز هستش. اگر رنگ اینا قرمز بشه یعنی اون چیپ ما مشکل داره. توی این قسمت دماها نوشته شده و ما باید این دماها رو کنترل بکنیم که از یه حدی بالاتر نباید بره. و سطر آخر هم سرعت فنها رو نشون میده. بالای صفحه اسم ماینرمون نوشته شده، الگوریتمی که پشتیبانی میکنه، وضعیت ماینر که آن هستش. لوکیت ماینر برای این کاربرد داره که اگر تعداد زیادی ما ماینر داشته باشیم اینو ما روشن بکنیم چراغای پشت شروع میکنه به چشمک زدن و ما میتونیم ببینیم که دقیقاً کدوم ماینر ما هستش. تو قسمت پایین ریستارت فکتوری ستینگ هستش که تنظیمات کارخونه ماینره و ریستارت ماینر برای اینکه یک بار ماینرمون ریستارت بشه. تو قسمت ستینگ ما اینجا میتونیم آدرس های استخرمون رو که 1, 2, 3 هست رو وارد بکنیم. میتونه هر سه تاش مال یک استخر باشه یا مال سه تا استخر متفاوت باشه. قسمت ماینر نیم یوزر نیم رو توی استخر با یه نقطه و
اسم ماینرمون رو میذاریم، مثلا تست یوزرنیممون تو استخر باشه نقطه و مثلا ورکر یک. این میتونه توی هر سه تا قسمت یکی باشه و میتونه حتی متفاوت باشه. اگر چندین ماینر دارید میتونید ورکرها رو مثلا ورکر 2 3 و ال آخر داشته باشید. قسمت پسورد رو نیازی نیست چیزی بذارید و اون رو خالی میذارید. این قسمت هم میتونیم تنظیمات فن رو تغییر بدیم که فنمون به چه حالت باشه. تو قسمت مود هم که دو حالت نرمال و اسلیپ داره، اگر رو حالت اسلیپ بذاریم ماینر روشن هست ولی دیگه کار نمیکنه، به منوها دسترسی داریم. بعد از اینکه حالا هر تصمیمی داشتیم رو اجرایی کردیم، برمیگردیم اون رو نورمال میزنیم و سیو رو میزنیم و ماینر به حالت عادی برمیگرده. قسمت آی پی سیتینگ الان آی پی ماینر من رو نشون میده به صورت دی ای سی پی. اسم ماینر من هم تو شبکه انت ماینر هست، من میتونم اسم رو عوض بکنم یا آی پی رو به صورت استاتیک بذارم و به صورت دستی آی پی ها رو بذارم. اگر نمیدونید اینها چی هستش بهتره دست نذارید و اون رو رو حالت دی اچ تی پی بذارید بمونه. تو قسمت سیستم ما میتونیم پسورد دسترسی به ماینر رو عوض بکنیم که حتما توصیه میکنم این کار رو بکنید، چون هکرها میتونن دسترسی داشته باشن. و اگر فرمور جدیدی از طرف شرکت خود بیتمین اومد میتونید از این طریق اون رو آپدیت بکنید. حتما هم فرمور رو از خود سایت بیتمین دانلود کنید و از فایل های دیگه استفاده نکنید، چون ممکنه مشکلات دیگه ای داشته باشن. قسمت ماینر لاگ هم یه سری اطلاعات به شما میده که هیستوری لاگ و کارن لاگ هست و بقیه ماجرا. امیدوارم دیدن این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. از اینکه این ویدیو رو دنبال کردید از شما ممنونم. از شما دعوت میکنم که بقیه ویدیوهای ما رو هم تو کانال یوتیوب دنبال بکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.